بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع در مورد صورتکشان یکم در تفسیر آفریدن و به وجود آوردن است و سبب این صورتکش در این آفریدن و به وجود آوردن شریک با الله می شود. دوم اولین شرکی که در زمین در قوم نوح رخ داد سبب آن صورت ها و پیکره ها بود. دلیل یکم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله سبحانه و تعالی می فرماید که ظالم تر است از کسی که می خواهد مانند من بیافریند. اگر کسی می تواند پس ذره یا دانه یا یک دانه جو بیافرد. روایت امام بخاری و مسلم. دلیل دوم در بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سخت‌ترین عذاب در روز قیامت بر کسانی است که در آفرینش با الله مانند میکنند. دلیل سوم در بخاری و مسلم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میفرمودند جای صورتکش در آتش است. هر صورتی که ساخته است به صورت زنده در می آید و اون را در دوزخ و وسیله آن عذاب می دهند. دلیل چهارم و آن دو از ابن عباس رضی الله عنهما با طبع مرفوع روایت کردند هر کس در دنیا صورتی کشیده است در قیامت او را وظیفه دار می کنند که در آن روح بدمد و او قدرت این کار را ندارد. دلیل پنجم در مسلم از ابوالحیاج روایت است که می گوید علی رضی الله عنه به من گفت آیا تو را برای انجام کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا برای انجام آن فرستاده بود نفرستم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ صورتی را نگذار مگر آن را نابود کن و هیچ قبر بلندی را نگذار مگر آن را به خاک برابر کن. عقوبت صورتکش یکم اینکه او سخت‌ترین مردم از روی عذاب است یا از سخت‌ترین آنها از روی عذاب است. دوم او لعنت شده است. سوم الله تعالی برای او در هر صورت نفسی می آفرد که به آن در آتش جهنم عذاب داده می شود. چهارم او در آتش است. پنجم او وظیفه دار کرده می شود که در آن روح بدمد و روح دمیده نمی تواند. ششم در این باب یکان که ظالمتر از او نیست یا او در قله ظلم است. فرمودن که آن را نابود کن، یعنی اگر رنگ باشد به گذاشتن رنگ دیگر علامتها آن را از بین ببر و اگر پیکره باشد پس سرش را قطع کرده می شود و اگر کنده شده باشد پس چهره اش کنده می شود تا نشانه هایش معلوم نشود. پس نابود کردن گناهگون می شود و ظاهر حدیث این است که خواه به جز الله پرستیده شود یا نه. مشرف یعنی بلند آن را برابر کنم دو معنی دارد. یکم آن را در مقتضای شریعت نیک قرار دهم. دوم آن را با دیگر قبرها برابر کنم. اکنون اقسام گرفتن صورتها. یکم برای تعظیم صورت کشیده شده پس این بیشک حرام است. زیرا تعظیم سلطان به گرفتن صورتشان سراخ در توحید ربوبیت است و تعظیم صاحب عبادت با گرفتن صورتشان سراخ در توحید الوهیت است. دوم برای سود بردن به نظر کردن به سوی آن یا به آن لذت بردن پس این برای فتنه که در آن است حرام می باشد. سوم برای یادآوری از روی مهربانی مثل کسی که فرزندان خردسالشان را صورت می گیرند و این حرام است. چهارم به گرفتن آن مجبور شد مثل صورت هایی که در پول ها و کارت‌های های شخصی است در آن گناه نیست زیرا از آن پرهیز کردن امکان ندارد. پنجم برای توبه غیرش بودن در آن مطلق و رغبت نیست مثل صورت هایی که در ژورنال ها است در این باقی نیست. لیکن اگر نابود کردنش به مشقت امکان داشته باشد پس نابود کردنش بهتر است. ششم پس زده شده باشد در پرتوب ها پرتوخته شده باشد یا پهن کرده شده باشد یا زیر کرده شده باشد پس در آن باقی نیست به این لباسی که در آن صورت است نمی پیوندد. مسئله های این موضوع
یکم سختگیری شدید برای صورتکشان، دوم بیان علت آن که عبارت است از بی‌ادبی نسبت به الله، چنانه که فرمود که ظالمتر است از کسی که می خواهد مانند خلق من بیافرد، پس وی با الله بد اخلاق کننده است. همان گونه که کسی او را در شرعش زید آید، پس یکان کس ظالمتر از وی نیست. سوم تنبیه به این که او توانا و بندگان نتوانند از روی فرمودش پس دانه یا جو بیافرند، زیرا الله از این بزرگتر آفرید و آنان از آفریدن دانه یا جو عاجز آمدند. چهارم آشکار ساختن به این که سخت‌ترین عذاب برای آنان است. پنجم در برابر هر صورتی که ساخته است، الله موجود در دوزخ می آفریند که به وسیله آن شکنجه داده می شود. ششم وظیفه دار می شود که در آن روح بدمد، این از سخت‌ترین عقوبت هاست. هفتم دستور به این که هرگاه صورتی یافت شود آن را نابود کرده شود. در این جمع بین فتنه پیکره ها و فتنه قبر هاست، زیرا هر کدام این وسیله به سوی شرک است و در این اثبات عذاب در روز قیامت است و این که جزا از جنس عمل است و واقع شدن تکلیف در روز قیامت به چیزی که برداشت کرده نمی شود بنابر جهت عقوبت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.